سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من الا هستم و اینجا چنل الا تایم. خیلی خوش اومدید مثل همیشه. ممنونم که با من همراهی. تا انتهای ویدیو بریم با هم دیگه ماکارونی پرملات چرب و چیلی خوشمزه درست کنیم. من در ابتدا پیاز رو میخوام خلالی خورد بکنم و بعد از پیاز نوبت قارچ هاست و این فلفل دلمه هم برای اون مقداری که میخوام درست کنم نصفش کافیه. همونجور که گفتم نصف فلفل دلمه. اگه شما دارید حتما از فلفل دلمه های رنگی استفاده کنید. من الان فقط این فلفل دلمه سبز رو در دست داشتم. میدونم که همه دوستای خوبم ماکارونی رو خوب بلدن، ولی خب دیگه به خاطر اینکه جاش توی کانالمون برای اونایی که آشپزی رو کلا بلد نیستن و یه وقت بخوان سر بزنن خالی نباشه، تصمیم گرفتم که درست کنم. حالا نوبت قارچامون هست. قارچا رو بنا به سلیقه‌تون هم میتونید نگینی و هم میتونید اسلایس کنید. من برای ماکارونی اسلایس میکنم. در مورد نخود فرنگی هم که توی تصویر میبینید، حتما اگر تا حالا تست نمیکردید حتما از نخود فرنگی توی ماکارونی استفاده کنید، چون فوق‌العاده خوشمزه میشه. پیاز رو طبق معمول میذارم تا یه مقدار آبش کشیده شه، بعد بهش روغن اضافه میکنم و چون دیگه بقیه موادمون آماده هسته، چون این هن یه داخل قابل مجدونم پاستاهامون یا ماکارونی رشته هر چیزی که داریم رو میذاریم تا به جوش بیاد. آب پیاز کشیده شد، حالا من بهش روغن اضافه میکنم. من امروز میخوام از این ماکارونی سبزیجات استفاده کنم به جای رشته ای، که خب هم برای سالاد ماکارونی خیلی خوشگل میشه و هم برای ماکارونی درست کردم. پیازمون نرم و طلایی شده، من بهش قارچ و فلفل دلمه‌مون رو هم اضافه میکنم. دیگه اجازه میدیم یه مقدار قارچ و فلفل دلمه ها که نرم شد، بهش نخود فرنگی و همچنین یه مقدار سیب زمینی خرد شده و گوشتمون رو اضافه میکنیم و بعد هم ادویه رو به گوجه. سیب زمینی نگینیمونم که من درباد خیلی کوچیک نگینیش کردم رو هم اضافه میکنم تا یه مقدار با همین مواد تف بخوره. خب الان اینو تف خورم، من باید بهش گوشت چرخ کرده رو اضافه کنم. بچه نکته ای که هست، من کلا نمیتونم هیچ وقت اعتماده اون نسبت گوشت چرخ کرده اوکی کنم و همیشه میشورمش. نمیدونم شما من بگید که شما هم این کار میکنید یا نه. ادویه هایم که من اضافه میکنم به ماکارونی، قبلش بگم که بچه ما جنوبی ها کلا هر غذایی که توش گوشت باشه، از هر مدلی گوشت و مرغ باشه، حتما یه مقدار زنجبیل و دارچین بهش اضافه میکنیم به خاطر گرفتن اون عطر و بوش. و من یه مقدار هم پودر لیمو امانی ریختم، تخم گشنیز، پایه ثابت من، فلفل پول بیبر و اینکه فلفل سیاه و زردچوبه. این پودر لیمو امانی هم که من ریختم کاملا ذائقه‌ای و شخصیه، میتونید شما اضافهش نکنید. یه 5 دقیقه که گوشت چرخ کردم اون تف خورد و رنگش عوض شد، من روب گوجه رو تو هیمای تابه اینا رو یه ذره میزنم کنار و روب گوجه رو یه مقدار تفت میدم. میتونید جداگونه همین کار رو بکنید و بعد روب گوجه رو که اضافه کردم دیگه نخود فرنگی هم میریزم و یه 5 دقیقه دیگه درش منم تا کاملا بپزه و آماده باشه برای داخل ماکارونی. یه کوچولو که سرخ بشه کافیه. نمک دیگه اینجا، نمک یه مقدار نمک هم به خود این گوشتمون اضافه میکنیم که دیگه خیالمون از این نمکیش راحت باشه. خب روبمون کاملا سرخ شده، من قاطیش میکنم و بعد بهش نخود فرنگی ها رو اضافه میکنم. سیب زمینی ها رو گذاشتم تا سرخ بشه
یک طرفشون رو بگرونم، اون طرف هم در حین پختن سرخ میشه. الان ماکارونیامون رو اضافه میکنیم. موادمون به همین صورت لایه لایه و در انتهای دوزه میدیم تا برای نیم ساعت تا 40 دقیقه دم بکنه. خب دوست عزیزم، اینم از ماکارونی رنگی رنگی خوشگلمون. ممنون که با لایک و کامنت ها مثل همیشه حمایت میکنید. تا ویدیو آموزش بعدی، خدا نگهدار.